زندگی و آموزش. سلام شنوندگان عزیز برنامه طلا در خاک، با کمک کامپیوتری برنامه را تقدیم شما میکنیم. من هم به شنونده های عزیز سلام تقدیم میکنم. کامپیوتر بر کاروبار تجارت خود سرمایه ضرورت است. اتو کس پیدا خواهد شد که بدون سرمایه تجارت کوچک را شروع کنند؟ گاه افراد با سنجش هم میتوانند تجارت کنند. بله درست میگی. قسمت از عرفای شخص را با هم مشنویم. یک اندیوال ما رفت که ما یک دکان ما را میگه که مثال اینمی جتی که بگی که یک 40,000 30,000 که زمارت ما میتم. من در مورد یکی از قیمتی ترین پیراهن که بلیلامی گذاشته شد معلومات جمع‌آوری میکنم. کامپیوتر، پیراهن بلیلام گذاشته شد و هم بسیار قیمت. چیز دیگه پیدا نکردی؟ ممکن است قیمت آن معادل 1,000 جوره لباس عادی باشد. ایتو که از منتظر میمونیم تا معلومات خود را تکمیل کنی. درست است. بخشی از قسمت دوم را هم با هم مشنویم. کاری که ما میکنیم جای خواب و شتوکست، پیران خواب است و سرتختی بالشتاش میبشه. من در مورد یکی از تخت خواب جالب اطفال در جهان معلومات جمع‌آوری میکنم. خیلی خوب کامپیوتر، در بخش آخر هم قصه مرد را داریم که روزای سخت مهاجرت را تجربه کرده. ای که حال وضعیت زندگیش چیگونه است، در بخش آخر برنامه از زبان خودش مشنویم. تجربه نشان داده است که انجام کاروبار اقتصادی بعد از فکر کردن و سنجش مناسب نتیجه می دهد. انسان ها برای پیشبرد زندگی ناچار هستند دست به کار شوند و فعالیت های اقتصادی را به راه بیندازند. به همین جهت در شهرها و بازارها با مهارت یا سرمایه گذاری مشغول کارهای گوناگونی هستند. انتظار دارند از فعالیت های خود فایده مناسب به دست بیاورند و در این راستا تلاش می کنند. ایده از افراد هم هستند با این تمام که بدون سرمایه زیاد فقط با سنجش تجارت کنند واید به دست بیاورند. همکارم فرید احمد جویا با شخص صحبت کرده که به تضمین جنس را از کابل خریداری می کند و در روستاها به فروش می رساند. این که چگونه؟ جزئیات را در این گفتگو با هم مشنویم. خدا معرفی کنین؟ نام از من نجیب الله است. باشنده کابل هستم. در پشت موتورسیکلتون چی هست؟ شما مصروف چی کاروبار هستین؟ ما مصروف کاروبار تیکه هستم، رخت هست، بخمل هست، کابل میخورم. اینمی صفت شمال قریه به قریه میگشتنم. چقدر پیسیتون بالای کار بند است و چقدر وقت میشه که کار میکنی؟ ما اینمی 3 سال میشه که اینمی کار میکنم. 40,000 45,000 روپا سرمایه ما سری ازو بند هست. موتورسیکل 19,000 روپا خریدم. پیسر از کجا کردی که این تیکه را میخری؟ یک اندیوال ما رفت که ما یک دکان ما را میگه که اینمی جا تیکه بگی که 40,000 30,000 زمارت ما میگه. ما گفت پیسه ما ندارم بیادر، ما 1 روپا ندارم. اینمی کرای کابل از ماز دیگه نفر گرفتم که کرای کابل نداشته باشتم. او به ما زمانت 40,000 تیکه داد. او رقم سونی کاپی صاحب چراکار باگرام پروان اینمی صفت شمال کلگی اینمی قریه به قریه پروختم. پیسه از او را خلاص کردم. اینمی سرمایه از ما شد. چطور متوجه از این کار شدی که تکر از کابل خریداری کنی به صورت عمده و بیاری در قریه جات بفروشی؟ اینمی تو یک نفر مشوره با ما دن، ما را گفت که اینمی تو ماویم بود که مثال قریه به قریه میگشتانم، علی پیش ما دکان هست، حساب کتاب هست، سرمایه ما بسیار پیش رفته. لنمی مشوره ما را بسیار خوش آمد. چرا دکان نگرفتی که همراه موتورسیکل کار میکنی؟ دکانی قدر پیسه ندارم سر بازار باشی. اینمی کدام نفر میایه که پیش شما سودا بگیره به عروسی؟ او قریه تو راسته که اینمی ما روز 4 تا 5 تا قریه میگشتنم و تیکا پیش ما میخره. ایتون مشتری زیاد است نسبت به شار که مردم از شار بخره یا از بازارا بخره. چه فایده میگیرین؟ زیاد میگیرین؟ کم میگیرین؟ تو راسته که نفر شهر است دکان را جور کرده سری از او که مثال برق بیل رفته و آمد کرایه سری از او شمار میشه. از او قدر ما تیکه کم زر 1 روپا 5 روپا کم میتم. چرا مردم از خودت خرید میکنن؟ بازار دور است، رفته نمیتانم. کرایه موتر میشه، نان خوردال میشه،
در چی موقع مشتریای شما زیاد می باشد؟ شیرین خوری باشه، عروسی باشه، اون وقت از ما مشتری زیاد میش. اینمی دو تا عید است که عید خرد، عید کلان. اینمی روزه بسیار سودا میشه، ماه رمضان سودا میشه، اور سال نو سودا میشه. باز چند روز بعد پشت تکه میری شا؟ 32 روز بعد یا 35 روز بعد ما میرم که مثلا کابل تکه را بخرم پس می. رختایی را که خودت میگیری از این دکاندارم در فروش نگه یا فروخته نشه باز پس او رخت میگیرن؟ اگر یه فروخته نشوه که مثال مردل از کم است یا پایین شده یا که مثال یه تیکه کم زر خراب شده، این پس پیش دکاندار میگیرن. ما گفتم که مثال اینقدر سرمایه ما نسته که نمی تیکه را شما نگیره که نه قریه بگیره، نمی تیکه سر ما تاوان هستم. ما را گفته که برو پس بیا که مثال پیش شما میگیرم. روزانه باز چقدر مصرف میکنی؟ 200 تیل میخوره، 100-150 روپا از نار میاد، 300-350 روپا مصرف میاد از من روز. روزانه باز چقدر برتون فایده میمونه؟ 300-400 ای تو روز آمده که روز 800-1000 بمانده، ای تو روز آمده که دین روز ما رفتم 200 روپا فایده ما شد، 150 تیل خورد 50 روپا بمانده، ای تو روز بمیاد. پیش از این وضعیت زندگی چطور بود؟ وضعیت زندگی ما اینطور بود که یک نفر مزدورکار بودم، روز 200 میداد، صبح که میرفتم ساعت 4 بجه پس میامدم. اولی روزگار خوب از بدل خود است که روز جمعه از ما رخصتی است، دیگر روز نمی هر جای رفتم میتانم که مثال پیش کدر علی روزگار ما خوب است. دل ما است که یک 3-4 نفر پیدا کنم روزگار ما وارد از زبیم خوب شوا. قری از ما ایتو نفر است مارا میگه تو یک چیز کوب دست به دست شوا، یک چیز روزگار با ما بین پیدا شوا. او دل ما میشه که نمی سرمایه ما از ما 1,00,000-1,20,000 افغانی برسه، ما میتانم 3-4 تا نوجوانه که خود همشتری کنم. کامپیوتر، معلومات در مورد قیمتی ترین پیراهنی که بلیلام گذاشته شده بود تکمیل شد؟ بله، این پیراهن بیشتر از $1,000,000 به صورت لیلام به فروش رسیده. اینا عکسش را ببین. ایخو یک پیراهن عادی معلوم میشه؟ و میگی که به افغانی بیشتر از 70,000,000 به فروش رسیده. چرا اینقدر قیمت؟ به خاطر که دیانا شاهدخت بریتانیا تقریبا 40 سال پیش در مراسم های خاص پوشیده بود. تشکر کامپیوتر. شنوندای عزیز، گپ های نجیب الله را شنیدین که از کابل تکه خریداری میکرد و در قریه ها به فروش میرساند و آید به دست میآورد. از جانب هم یادگیری مهارت میتواند زمینه به دست آوردن پول را برای مردم مساعد کند. برخی ها مدت را به شاگردی یک استاد اختصاص می دهند تا مهارت را یاد گرفته و توسط آن کسب درآمد کنند. اما انسان های باهوش هم هستند که بدون شاگردی فقط با یک بار دیدن مهارت های مختلف را یاد می گیرند و توسط آن مخارج زندگی را مهیا می کنند. باز هم همکارم با همچو خانم صحبت کرده که به گفت و شنودشان گوش می دهیم. خدا معرفی کنین؟ خاطره جوهری هستم، یکی از دخترایی که فعالیت دارم. چی کار میکنین؟ کاری که ما میکنیم جای خواب و شتو کس که یه 5 تکه میباشه، پیرن خواب است و سرتختی و بالشتاش میباشه. مهارت در کجا یاد گرفتین؟ این مهارت از مادرم یاد گرفتیم. زمان کم گرفت دیگه، خیلی کم، به خاطر که مادرم خودش سرتختی عروسی خواهر ما دختر بود، 22 متر بود. باز من که طرفش دیدم از روی از او یاد گرفتم و خودم کوشش کردم که باید وقتی که مادرم تو کارا میکنه باید ما خودمام یک چیز پیشرفت داشته باشم و خودم هم میره جور کردم. در بین کارهایی که خانما میکنن، کارهای دستوزی و خیاطی، آمدین شغل انتخاب کردین که سیت خواب طفلانه جور کنین، چرا اینمی کار انتخاب کردین؟ بخاطر که یک چیز نو است، یک طرح جدید است، بازارش هم خوب است دیگه. وقتی که یک خانم زحمت بکشه کار کنه بازار خوب است. من این انتخاب کردم که برای خانما باید ایره یاد بدم. ایره کالا میبینیم یک تیار آماده است، مثلا بالشتک ها است، لباس طفلانه است و اینی چی است؟ این سرتختی است، درست؟ و اون توته چی است؟ چیزه که جای خوابش است. اینمی کار از کجا شروع میکنین؟ ایره هم مکمل تکیش هم میگیریم خود ما، تکی ساتن است، زیادتر در تکی ساتنی خوبش میاد دیگه. موره و همه کارش خود ما میکنیم، گلدوزیش هم خود ما میکنیم. پنج تکه است، 3 دانه بالش داره، پیرن خوابش است که پیرنک و نکرکش است، سرتختی است که هم سرتختی گفته میتونیم هم کمپل و یکی خلطگه کشتوک که داخلش مانده میشه. همه چیزش دستدوزی است.
در چقدر زمان یک سیت خواب جور میشه؟ یک سیت خواب اگه مکمل کلش دوخت و همه چیزش را بگیریم، امی روز خرید خود ما بریم بازار تکیش خوش کنیم، فیته و امو گلکا و چیزایی که کارش میشه یک هفته. چطور مشتری پیدا میکنین؟ چیزایی را میسازین؟ در کجا به فروش میرسانین؟ پیش از این در نمایشگاه هر جا که میشد میرفتم. الان بر نمایشگاه دیگه قرارداد دارم با یکی از خانم هاست که برشان میدوزم و اونا میبرن. سر یک سیت به شمول موره و تکه و اینمی چیزایی را که استفاده میکنین چقدر پول مصرف میکنین؟ سر از این دیگه مکمل دوخت و همه چیزش، وقت چیزایی را که در ماشین میبریم در بیرون اول لاک میکنیم کلش 2000 میشه. چند به فروش میرسانین؟ یک سیت خواب دیگه تا 2500 2700 هر قدر که توان مشتری باشد نظر به توانش. در یک ماه چی تعداد از این سیتای خواب جور میکنین؟ در یک ماه 3 دانه 4 دانه میتونیم، بخاطر که هفته 1 دانه میدوزم اما 4 دانه. گاهی هم شده که از 4 تا بیشتر فرمایش گرفته باشین؟ خب میشه، طبعا که میشه این کار دیگه، باز نظر در وقت خود ما فرمایش میگیریم، برش میگیم که ما اینقدر وقت داریم، بیشتر از این وقت نداریم، این فعلا در روی دست است، این باید خلاص شه بعد از اون. از این سیتای خواب شاید شما هم دیده باشین در بازار هم هست تیار آماده. کاری که شما میکنین با چیزای آماده چی تفاوت داره؟ در بازار که است این شکل فکر کنم نخواد باشه، به خاطر که خود ما تولید کرده میره، دستدوزی است، بسیار ماکم دوختیم نیگینه و همه چیزشه و یکی که داخلش در بازار شاید اسپنج باشه اما ما داخلش پخته موندیم، داخل سرتختیش. اگر کسی علاقه داشته باشه که نمی کار یاد بگیره چقدر وقت میگیره تا کی کار یاد بگیره؟ کسی که علاقه داشته باشه در 2 روز یاد میگیره، به خاطر چیزی است که نظر در علاقه خودش است، اگر علاقه نداشته باشه شاید بیشتر از یک هفته زمان ببره. پیش از اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشین وضع زندگیتون چطور بود؟ واسه زندگی ما خوب بود دیگه، هیچ وقت یک دختر خانم باید چشمش در جیب پدر یا برادرش نباشه، همیشه باید کوشش کنه که از دست خود پیسه به دست بیاره، از دست خود زحمت بکشه، تا زحمت نکشی هیچ وقت راحتی واسه دگیر نمیبینی. حال که شما حداقل 4 دانه سرتختی جور کردن میتونین، حال چطور است واسه زندگیتون؟ واسه زندگی ما خدا رو شکر خوب است، پولی که به دست میارم خود صفتی نشه، مقدارش بعضی کسایی که بفهمم که واقعیت واسه زندگیش خراب است به اونا کمک میکنم و پیسه که مثلا 500 میمونه 100 برادر ما 100 خواهر ما که از من که خورد است به وام میتم. کامپیوتر، معلومات در مورد یکی از تخت خوابهای جالب اطفال در جهان تکمیل شد. بله، اول عکسش را ببین. وای کامپیوتر، در یک خود تخت خواب دیده نمیشه، فقط یک دوشک است در هوا. این تخت خواب اطفال از گریلیک یک نوع مواد خیلی شفاف ساخته شده است. خو، یعنی از دور وقتی ببینی مثل این که طفل در هوا خواب کرده باشه. ای را بگو که در کجا و در کدام سال ساخته شده؟ 17 سال پیش در امریکا ساخته شده. قیمتش را نگفتی؟ قیمتها نظر به دیزاین متفاوت است. قیمت این که تصویرش را داریم 3500 دلار آمریکایی است. اگر به افغانی محاسبه کنیم و دلار را به 70 ضرب بزنیم 245,000 افغانی میشه. شنونده عزیز گوش بدین به قصه. گل رحمان، خیلی مشکل بود که ما از اینجا رفتیم پاکستان، خاطره سخت بود دیگه، کلش بیروزگاری بود، کار نبود، از خانه تا بازار 3 کالدار کرایه بودم، 3 کالدارم پیدا نمیشد که تا اون بازار ما بریم. مگر قد سرم بگویی از ما بیادر مریض شده بود، مورقه گرفته بودش که اون همون پیدا نمیشد که مورم ما تا بازار ببرم. دیگه یه تو شد که اید آمد مشتاق که رفت در خانه و نموی دیاره که جمع کرد که پس آورد و نموی جمع کرد و بود ازش بازار بود که از پاکستان تا اینجا آمدیم دیگه. اینجا هم اول که آمدیم روزای سختی بود، خاطر از اینکه نابلدواره باشی، نه کار باشه، نه روزگار باشه. ما دیگه دیم کارهای گلکاری انداختیم، خدا دیگه دیم شکر است، از خداوند خود رازیستیم. زمستان نمی کار کشمش هم میکنیم، کشمش هست میخریم اینه میجا پس پاک میکنیم، پس به حساب کیلو نیم سیر یک سیر سودا میکنیم، در بار کشه و دیگه پس گلکاری است. این دکان در قرباق است، فروش کرده باشه دیگه جمله فروش، فکر که 4000، 2000، 3000، 5000 برابریست دیگه، 300 میمونه، 400 میمونه، 500 میمونه.
شنونده عزیز برنامه طلا در خاک، در بخش اول برنامه صحبت‌های شخصی را شنیدین که از کابل به تضمین از عمده فروشی تکمی گرفت و در روستاهای ولایت‌های کاپیسا و پروان با موتورسیکل به فروش می‌رساند و آید به دست می‌آورد. در بخش دوم هم صحبت‌های خانمه را شنیدین که مهارت ساخت جای و لباس و خواب نوزاد را داشت. از این طریق آید به دست آورده خود و خانواده خود را حمایت مالی می‌کرد. اگر شما هم در کار و بار خود موفق هستید و می خواهید با دیگران شریک ساخته شود، به شماره تلفن 020-240-5101 با همکاران ما به تماس شوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما را از آدرس tajala.af خوانده و شنیده می توانید. این برنامه را همکارمان فرید احمد جویا در مؤسسه تعلیم افغانستان نوشته و تهیه کرده بود.